سلام، رهبر شاخه داعش در افغانستان همراه با 19 تن از همکارانش از سوی امنیت ملی افغانستان بازداشت گردید. ریاست امنیت ملی میگوید که نیروهای این ریاست اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را بازداشت کردند. پس از کشته شدن ابو سعید باجوری، اسلم فاروقی به عنوان والی نامنهاد داعش در افغانستان تعیین گردیده بود. در تازه ترین حمله ای که در ششم حمل صورت گرفت، داعش شاخه خراسان مسئولیتش بر عهده گرفت. حمله کننده انتحاری وارد عبادتگاه اقلیت های سکها در کابل شد که 26 تن در نتیجه حمله آنان کشته شدند و 8 تن دیگر هم زخم برداشتند. اما دستگیری رهبر شاخه داعش در افغانستان روی امنیت افغانستان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ به خط کابل خوش آمدید. روی این مورد بیشتر بحث میکنیم. مهمانانم در استودیو آقایان زرجان شینواری، رئیس شورای سراسری قبایل افغانستان، و همچنان سید حیات الله عالمی، عضو مجلس نمایندگان. مهمان عزیز، به بحث بسیار خوش آمدین. آقای عالمی، بحث با شما آغاز بکنم. کشته شدن مردمی که در نتیجه حمله داعش صورت گرفت در ششم حمل و مسئولیتش شاخه خراسان بر عهده گرفت. در تازه ترین مورد ریاست عمومی امنیت ملی گفت که رهبر شاخه خراسان داعش با 19 تن از همکارانش دستگیر شد. چقدر روی امنیت افغانستان تاثیرگذار میتونه باشه؟ با سلام خدمت شما جناب رئیس و بینندگان محترم تلویزیون خورشید. ما اولا تسلیه عرض میکنم خدمت وطنداران محترم اقلیت مذهبی سیکها در افغانستان که در تازه ترین حملات داعش در افغانستان تعداد زیادی از این وطنداران متاسفانه به شهادت رسیدند و تعداد زیادی هم زخمی شدند و خانواده های زیادی داغدار شدند که در او حادثه هم ما شاهدش بودیم که متاسفانه اینا به اطفال و خانم ها هم رحم نکردند. ببینین، و باز لازم می‌بینم که ما بس همی خودم تقدیر تشکر بکنم از نیروهای محترم امنیتی، مشخصا از ریاست محترم امنیت، که به هر حال اون چی که صورت گرفته به نظر من یک دستاورد است برای مجموعه نیروهای امنیتی، مشخصا برای ریاست محترم امنیتی ملی. و اما ای که آیا دستگیری رهبر شاخه خراسان داعش تأثیری در وضعیت امنیتی داره یا نداره، واقعیت است که البته من این نکته را باز تاکید بکنم که اون چی که من میخوام عرض بکنم، کم رنگ جلوه دادن و یا کم اهمیت نشان دادن فعالیت نیروهای امنیتی هرگز نیست. اینا وظیفه‌شان را به خوبی انجام دادن، خدا خیرشان بده و طبیعتاً همه مردم افغانستان بابت این کارشان که اهمیت ویژه داشته از همه اینا قدردانی میکنن و سپاسگزاری دارن. چیزی را که من میخوام عرض بکنم این است که واقعیت با کشته شدن و دستگیر شدن فردی، من فکر نمی کنم که زیاد تأثیر بکنه روی برنامه های گروه های توریستی مثل داعش در افغانستان، چون یک برنامه است که من باورم برای اس از بیرون به حال برنامه ریزی شده برای افغانستان، برای برهم زدن امنیت افغانستان، و تا زمانی که ریشه های از خشکانده نشه، بله ریشه های از خشکانده نشه، فکر کنم که بریدشتن شاخهای عزیز یا تأثیری در قطع شدن این درخت نامیمونی که متاسفانه در افغانستان مدت هاست ریشه دوانده، فکر کنم که زیاد تأثیر نخواهد داشت. نگرانی امامی است. مثلا داعش بر عبادتگاه اقلیت های سک حمله کرد در کابل، 26 تن کشته شدند و 8 تن دیگر هم زخم برداشتند. یک طرف تلاش های گفتگوی صلح طالب با حکومت است، طرف دیگر بحث داعش دوباره گرم میشد. چه چیزی را مردم در آینده در بحث تنش‌های امنیتی شاید خواهند بود؟ ما باوریم برای هست ببینین، ناامنی که امروز مردم افغانستان شاهدش هست، این ناامنی از بیرون برای در واقع افغانستان تحمیل شده، این ناامنی از بیرون آمده و متاسفانه از خارج از مرزهای افغانستان مدیریت میشه. ما باوریم برای از تا زمانی که کشورهایی که به یک شکل ناامنی را در افغانستان مدیریت میکنن و کشت و کشتار و متاسفانه خونریزی را در افغانستان نا به یک شکل جزی برنامه های اصلیشان هست، تا زمانی که با او کشورها به توافق نرسیم، ما مشخصا با پاکستان، نه صلح با طالب
در بهبودی ما باور بری است در بهبودی وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر داره و نه دستگیری رهبری به هر حال گروه داعش. تشکر آقای زاد جان. بس ای که کشته شدن و دستگیر شدن افراد مثل رهبر داعش و 19 تن از همکارانش تاثیر روی برنامه‌های مخالفین مسلح نداره اونچنانی که اونا به کشتار مردم افغانستان ادامه میدن، واقعا ریشه های ناامنی بحث داعش به کجا میرسه؟ مننه تاسو ته بسکر سره شریک جناب وکیل صاحب ته تاسو ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سلام مشکور دی نه که مخکې وګورئ کله چې داعش رامنځته کیدل په 2014 کال کې پاکستان د جندالله لشکر طیبه د القاعده نه پاتې غړي همداسې چې کوم دی که نه طالبانو ناراضان کسان چې کوم او قبایلي یو لړ قبایلي جنګجو چې دوی روزلي وو مثلا نو د ورکزو او د افریدو خلک دا راغونډ کړل او ننګرهار چین ولسوالۍ کې ځای په ځای کړل او داعش نوم یې ولور کړ او دا بیرغ یې پورته کړ. حلال کې په هغې کې هغه داعشیان نه وو چې کوم په سوریه او په عراق کې وو. وروسته په قراره باندې دوی چې بیا اړیکې ټینګې شوې البغدادي سره یې رابطه ونیوه او بغدادي تر حمایت اعلان کړ. چه کسانی بودن اینا زیر بیرق داعش میجنګیدن په نیروی امنیتي؟ نه دا خو په اول کې هغه مخالفین وو چې ما درته وی چې په القاعده کې وو طالبانو سره اختلافات وو هغه کسانو که تاسو وګورئ په القاعده کې د تاجکستان خلکو د ازبکستان خلکو چیچن او غورین دا د چین او غور خلک وو اما بیرق داعش بلند کرده خو دا په پاکستان کې وو. کله چې طالبانو تنظیم رامنځته شو طالبانو په منځ کې هغوی طالبانو سره نه تلل یو ډلې ناراضه هم د طالبانو نه پاتې وې چې نه تللې ورسره هغوی دې دپاره چې کوم دی که نه پاکستان یو داعش جوړ کړ او هغه داسې داعش وو چې هغه داعش نه و چې کوم په سوریه کې وو خلافت یې اعلان کړی وو بغدادي چې کوم دی خلیفه اعلان کړی وو وروسته بیا وروسته د دوی اړیکې یو څه پاکستان ورسره ټینګې کړې. اسلم فاروقي والی شاخه داعش در افغانستان ای دستگیری چقدر با اهمیت است و چقدر روی امنیت افغانستان تاثیرگذار میتونه باشه؟ رازم ستادی خبرته که تاسو وګورئ د دوی اول والی چې ورته یې د خراسان والی چې ورته وی حفیظ خان سعید چې کوم هو هغه هم په کوم د کنت په خیبر ایجنسی په تیرا کې په بمبر کې ووژل شو ولې سفر کې و نه کړ. د دوی دویم والی هم چې زما د ذهن یې اوس نه ابو سعید باجوری او هغه هم چې کوم د کنه ووژل شو دا دریم دی چې نیول کېږي که څلورم دی که نیول کېږي. زما په خیال باندې په یو فرد باندې به دومره فرق را نه شي ولې د دوی مورال یو څه وخته پورې د داعش مورال به ضعیفوي تاثیر لري ډېر حده پورې تاثیر لري دا زموږ د امنیتي ځواکونو لپاره بالخصوص امنیتي ملي دپاره ډېره لویه دسته راوړنه ده ځکه چې دوی دا ځل ژوندي نیولي دي او دا ډېر د دوی هغه وعده چې ملت سره کړې وه دوی چې کوم مسؤلیت زموږ د سیکانو وروڼو په عبادتګاه کې چې هغه کوم ظلم ترسره کړی یا یې د عبدالعلي مزاري په شهادت په ورځ د شهید په ورځ باندې کوم انجام ترسره کړی او دوی دا مسؤلیتونه نږدې ورځو کې اخیستي وو دا هغه وعدې چې د امنیتي ملي او زموږ او امنیتي ارګانونو وعدې ملت سره کړې وې د دوی دا ښه اقدام و په ځای اقدام و او دغه باندې ډېر تاثیر کولی شي. راځو دې له چې د دې نه زیات مسؤلیت هم د طالبانو هم جوړېږي. طالبانو هم دا تعهد سپارلی دی د صلحې په طرحه کې چې موږ به داعش او نور تروریستي ډلې په خپلو سیمو کې نه ساتو څنګه داسې کوم دی که نه دومره لویه ډله کې او چې بیا د خراسان والی په کندار په استان سیمه کې موجود دي او طالبان د دې نه خبر نه لري دا هم د طالبانو هغه کړنو ته چې د څه تعهدونه په امریکایانو سره کړي یا بیا زموږ د افغانستان دولت سره پس داعش چقدر تهدید کلان میتونه باشه بر امنیت افغانستان مثل که طالب یک تهدید بسیار جدی در برابر نیروهای امنیتی بود میتونه داعش در برابر نیروهای امنیتی با شرایطی که طالب او پروسی سلم مقابله بکنه؟ او استا سوال ډیر پر ځای باندې سوال ده که کله زمونږ دولت او ملت طالبان ورور سره صلح ترسی او په صلح باندې چې کوم د کنه صلح را مستکیږي زمونږ دشمنان ګوانډي دشمنان به دا کوشش وکا
چې داعش او نور ډلې سره مضبوطې که هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ پای ته ورسېږي، ولې دا به د زموږ او دولت ته وکړه. طالبان صلح ته ورسېدل زموږ سره او دولت سره یو ملاتړ اعلان کړ، نو په ګډه به د دې مبارزه کوه. ولې په آینده کې بالکل داعش د افغانستان دپاره یو خطر دی او دې ته چې کوم دی دقیقه توجه پکار ده، او د دې د منځه وړلو دپاره لکه څنګه چې امنیتي ملي ځانګړي عملیات وکړ داسې خپلو عملیاتونو ته ادامه ورکړه. ممنون. پس از میان برنامه کوتاه همچنان خط کابل ادامه دارد. بازم خوش آمدین. روی دستگیری رهبر شاخه خراسان داعش با 19 تن از همکارانش بحث میکنیم که امنیت ملی اسلم فاروقی والی شاخه خراسان داعش را بازداشت کردن. آقای عالمی، بحث قوت مطرح میشه. امنیت ملی وقتی والی شاخه نام‌نهاد داعش را بازداشت میکنه بحث قوت است. یعنی امنیت ملی شاخه داعش را والیش همراه با 19 تن از همکارانش دستگیر میکنه، اما طرف دیگه حمله داعش بالای مصلای مزاری که 80 تن کشته شدن، در طرف دیگه بالای سکه‌ها که پیشتر هم اشاره کردیم 26 تن جان باختن. فکر میکنین که بحث تقابل نیروهای امنیتی و دفاعی و استخباراتی با یک قوی به نام داعش هنوز هم یک تهدید کلان است؟ ببینین، این که به هر حال رهبر گروه داعش، رهبر خراسان گروه داعش دستگیر شدم، طور که پیشتر عرض کردم یک دستاورد بسیار کلان است برای نیروهای امنیتی، مشخصا برای ریاست محترم امنیت ملی. من تبریک میگم برای از اینا وظیفهشان انجام دادن. و اما این بحث تقابل، ای که اونا آمدن قبلا دو تا عملیاتی بسیار خطرناک را بالای افراد بی‌دفاع در مرکز در واقع افغانستان انجام دادن و تعداد زیادی از هموطنان بیگناه به دست از اینا به شهادت رسید، پاسخی که ریاست امنیت ملی داده پاسخی بسیار شایسته و بجایی است در برابر حتی والی نام‌نهاد از اونا را میتونن دستگیر کنن. یعنی بالاترین مقام از اینا دستگیر شد توسط در واقع ریاست محترم امنیت ملی. پاسخی که داده شده پاسخ بسیار بجا و پاسخ بسیار شایسته است. بالاترین مقام از اینا یقینا تصمیم گیرنده و من کسی که تصمیم آخر را میگیره در امور نظامی در افغانستان و مشخصا در بحث انتحار و کشتار افراد بی‌دفاع، یه آدم توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه. پاسخ بسیار پاسخی بجا و پاسخ بسیار کلان است، پاسخ بسیار قاطع است، پاسخ بسیار دندان شکن است. ولی ای که آیا این پاسخ باعث قطع شدن عملیات از اینا در افغانستان میشه، چیزی است که زیاد من خوشبین نیستم با او. بس داعش این اینمی آدمایی که دستگیر شدن به نام اسلم فاروقی، به نام 19 تن از همکاران دیگرش، چه کسی هستن در افغانستان؟ اینا از کجا آب میخورن و چطور مردم افغانستان نیروهای امنیتی را تهدید میکنن و عملات گسترده را هم راه اندازی میکنن؟ خب یکی، داعش چطور اصلا در دنیا به وجود آمد و چطور یک سری کشورهای اسلامی را شدیداً تحت تأثیر و تهدید خودش قرار داد و متاسفانه تعداد زیادی از مسلمان ها توسط از اینا کشته شد، تعداد زیادی بی خانمان شد و متاسفانه یک سری فجایعی توسط از اینا صورت گرفت که انسان از بازگو کردنش می شرمد. من به ریشه از این نمی پردازم، ولی اون چی که مسلم است در افغانستان، به ریشه جهانیش، اون چی که در افغانستان مسلم است است که همه اون چی که ناامنی هست به یک شکل کشتار است، درجه تخریب است و ایرانی هست، ما باوری برای است که این ریشه در بیرون داره و در عقبازی چی کسی میتونه باشد؟ مشخصا دولت پاکستان و در قسمت قطعی از اینا تا ریشه های از این و در واقع قطع نشد، در ریشه های ناامنی که عرض کردم سرچشمه از بیرون افغانستان میگیره، تا ریشه ها قطع نشده با دستگیری رهبری، با کشته شدن یک مسئولی، این ناامنی ها در افغانستان قطع نشده. امنیت ملی میتونه به نظر شما با دستگیری فرد اول داعش و همکاران نزدیکش این ریشه را به طرف خشکاندنش؟ خب ما این کار امنیت ملی نیست. کار امنیت ملی خدمت شما که عرض بشه به هر حال بیشتر فعالیت و انجام وظیفه در داخل خود مرزهای افغانستان است، در همین جغرافیا.
اما شاخه داعش هم در داخل جغرافی افغانستان فعالیت دارد؟ بله، در داخل یک سر شاخهاش در داخل افغانستان فعالیت دارد، همونطور که عرض کردم این ریشه در بیرون داره. برای خشکانده شدن این ریشه باید یک توافق کلی صورت بگیره. ما باید این واقعیت را بپذیریم که امروز افغانستان به یک شکل تبدیل میشه به صحنه تقابل بین المللی و مشخصا وظیفه قبل از ریاست امنیت ملی به نظر من وظیفه وزارت خارجه افغانستان است که در قسمت هماهنگی بین المللی در مقابله با داعش و گروه های تروریستی نوبت فعالتر عمل بکنه و مستقیم وارد عمل شوند با پاکستان. بله. گفتگو کنند. بله، تشکر. قشین وارد بس داعش پاکستان در پشت سر نیروها قرار داره که در افغانستان عملیات میکنند و با این تعداد مردم هم کشته و زخمی میشن و بس امنیت ملی با دستگیری فرد اول داعش چه کاری را حالا میتونه بکنه که ریشه های داعش خشکیده شود در افغانستان؟ گوره تاسو گوره ده سره با اتمن ډیر معلومات هم په زبانی توګه باندې ده سره په پیادش کی وی او هم په دسره ډیر مهم اسناد گیر شوی تاسو بنګ د امنیت ملی یا د امنیتی ارگانونو ډیره غټه لاسته راوړنه ده او دینه به ډیر زیات چې کوم د معلومات دوی له لاس لورشي زمونږ د دوی ریشو په معلومولو کې په منځ وړلو کې به مل امنیت ملی ته دینه ډیر زیات معلومات لاس لورشي ولې دا ښکاره خبره ده دا مونږ د ستاسو د میز نه د نورو ټلویزیونونه څو ځله ویلي ما مخکې عرض وکړ چې دغه د خراسان چاغ داعش چې کوم دی دا هغه داعش نه دی چې کوم په سوریه او په عراق کې دی تا دلته جوړ شوی ساخته ما مخکې تاسو ته وضاحت وکړ چې هغه افراد خلک چې د تاجک او تاجکستان ازبکستان د چیچین د چکم دی د یغور او د جنبش چې ورته جندلا نو به منفعت پاکستان میجنګ او دغه نه را جوړ شوی عنوان د ایشو د از کشورها د جنگجو در افغانستان به منفعت چه کسی در حال جنگ هستند با نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان ز بخنه وان تسوال کزه لګه توضیح وکړم ګوره تاسو ګوره کله چې په 2014 کې په 2013 کې بغدادي خپل خلافت اعلان کړ د خلافت سره په څنګ کې هغه د طالبانو امیر المؤمنین یو بې سواده او هغه وښوده چې دا امیر المؤمنین نه دی دا یو بې سواده سړی دی دا جنگ سالار نه دی جنگلی جګړې جنگي قومندان نه دی دا نشي کولی په دې لحاظ باندې د طالبانو د داعش د داعش ترمنځ ډېر اختلافات راغله او تاسو ولیدل په افغانستان کې تر اخره پورې د داعش او د طالبانو ترمنځ خپلمنځي جګړې روانې وې. خب این داعش به نفع چه کسی وارد عمل شد در افغانستان و فعلا جنگی را که دوام میته با آمدن طالبا به منفعت چه کسی است در افغانستان؟ رازم لږ وضاحت پکې نور کړم که تاسو وګورئ دوه کاله مخکې په شمال کې چې کوم دی کنه دوه نیم سوه داعشیان تسلیم شو څه پنځه شپږ میاشتې مخکې په ډېر زیات په ننګرهار کې په زرګونو کسان تسلیم شو په اخر کې زما په خیال چې د هود په میاشت کې ما واورېده یا د عمل په سر کې چې کونړ والی هم وویل چې موږ ته ډېر زیات داعشیان چې کوم دی کنه راغلل او تسلیمېږي که دې ته وګورو چې دومره داعشیان تسلیم شوي دي په دې وخت کې بیا دغسې تروریستي عملیات څنګه ترسره کوي زما وړاندیز دا دی چې زمونږ امنیتي ملي زمونږ حکومت په دې لوبه ونه ولګي چې دلته دومره تسلیم شو یا دا شو یا زمونږ د دوی یو نامنهاده والی دستګیر کړ بیا چې د داعش په مقابل کې دوی لا نور کوم دی کنه ګامونه واخلي بې تفاوته فاتې نه شي د دوی څخه راوړلې معلومات چې ترلاسه شي په هغوی باندې ډېر جدي دوی اقدام وکړه د دې اصل منبع چې کومه ده په پاکستان کې ده پاکستان کې چې کوم دی کنه دوی په قبیلي سیمو کې د هغوی دپاره نوې ټریننګ مرکزې جوړې کړې ما څو څو بار ویلي دي دا دې ته زه اوس هم هغه داعش نه یمه چې هغه د سوریا او د عراق دی دا پاکستانی داعش دی اگر بحث ما رو جمع بکنیم با توجه به وضعیتی که جریان داره در آینده بحث گروه داعش چقدر واقعا تهدید میکنه امنیت افغانستان را؟ خب داعش به عنوان یک تهدید از زمانی که ظهور کرده تا حالا برای امنیت افغانستان بوده حکومت همونطور که شما میدانین یک بار اعلان کرد که داعش در افغانستان ختم شده ولی بعد از اون ما دیدیم که بار بالاخره عملیات های به حال خونینی توسط گروه در مشخصا شهر کابل سازماندهی شد تهدید داعش یک تهدید است جدی باید گرفته شود
و تهدیدش متاسفانه از نوع خشین ترین در واقع ابزار اینا استفاده میکنن که برای داعشش فرق نمیکنه که در واقع طفل کشته میشه، افراد بی دفاع کشته میشه، زنها کشته میشه، برای زنایش فرق نداره. مکانی که اینا عملیات را در اون انجام میده هیچ برایشان فرق نمیکنه که مسجد بوده باشه، زمانش ماه رمضان باشه چون که ما شما قبلا دیدی میره. یعنی اینا برای هیچ یک از اون چیزی که برای مردم افغانستان به صورت یک عنوان یک ارزش، مردم مسلمان افغانستان به عنوان یک ارزش مطرح است، به هیچ یک از اینا در واقع پایبند نیستن به اون ارزش ها و خشین ترین عملیات را علیه مردم بی دفاع انجام میده. بنابراین داعش یک واقعیت است که باید نیروهای امنیتی ما را جدی بگیره، مسئولین حکومت باید جدی بگیره و متاسفانه سایه فعالیت از اینا هم در بالاخره در اقصان نقاط افغانستان مشخصا شهر کابل است که عملیات های متعدد را در کابل اینا سازماندهی کرده. و البته باز هم من نکته را عرض میکنم که اون چی که توسط نیروهای ریاست محترم امنیت ملی شکر انجام شده یک دستاوردی کلانی میتونه برای مردم افغانستان بوده باشه. ممنون آقای شینواری. با توجه به وضعیتی که روان است، حملات صورت گرفت، والی شاخه خراسان داعش تسکیر شد و آینده ای که بحث تهدید داعش به افغانستان میشه، چه کاری صورت بگیره که با تهدید بیشتر و بهتر مقابله است کرده بتونن نیروهای امنیتی و دفاعی و سخورتی افغانستان؟ زما په خیال باندې چې د دوی ژوندۍ لاسته نیوله دا زموږ د امنیت ملي ډېر یو ستر بریا ده، او د دې د به دوی تر لاسته ډېر معلومات راشي، بای چې هغه جدي وګڼي او د هغې په مقابل کې د دوی نور هم هغه جلې د منځه ویسي او داعش ضعیفه کړه. ورسره سره باید چې هغه اسناد او شواهد چې د دوی نه راشي، باید چې دا زموږ ملت، زموږ دولت ملل متحد ته یوسي، ځکه چې دا داعش او عراک عراقي داعش چې کوم دی کنه، یا بغدادي داعش چې کوم دی، دا ډېر فرق ده. او دا به وروسته کې یو هفته یا میاشت بعد به د دې مکمل هغه ګزارشات راوځي چې دا په رښتیا هم هغه بغدادي عراقي یا سوریایي داعش دی که پاکستانی داعش دی. ولې د دولت باندې مو غږ دا دی چې دا ژوندی ثبوت، دا ژوندی ثبوت باید چې ملل متحد ته وړاندې کړه، نړۍ ته وړاندې کړه. تشکر. تشکر آقای شینواری، آقای عالمی، تشکر از حضورتان و تشکر از شما بینندگان عزیزم که تا کنون بحث ما را سیمان دنبال کردید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.